سنده آلبر کامو مادرتان درگذشت مراسم خاک سپاری فردا برگزار می شود با احترام فراوان نامه را چند بار خواندم تاریخ مرگ مامان را ننوشته بودند تاریخش اهمیتی نداشت فقط اگر مرگ دیروز اتفاق افتاده بود زمانبندی و حساب و کتاب رفت آمد سخت می شد. باید برای ساعت دو بلیت اتوبوس می گرفتم. شب را توی راه بیدار می و بعد از تطفین تا عصر برمیگشتم. از رئیسم دو روز مرخصی خواستم. مخالفت نکرد اما راضی هم نبود. گفتم تقصیر من نیست که مامانم مرده. رئیس با تعجب نگاهم کرد. با خودم فکر کردم لابد حرف خوبی نزدم. هرچند وظیفه او بود تسلیت بگوید نه اینکه من بابت مرخصی عذر بخواهم. شاید هم بعد از مراسم تطفین و پوشیدن لباس عذا تسلیت می گفت. فعلا که موقعیت جوری بود انگار ماما نمرده. آسایشگاه سالمندان 80 کیلومتری الجزیره بود. برای ساعت دو بلیت اتوبوس گرفتم. هوا خیلی گرم بود. بعد هم مثل همیشه توی رستوران آقای سلست نهار خوردم. همه با دلسوزی نگاه هم می کردند. سلست گفت آدم که یه مادر بیشتر نداره. از رستوران بیرون آمدم. سلس تا دم در بدرقه هم کرد. عجله داشتم. باید دوستم امانوئل را می دیدم. عموی اموی امانوئل چند ماه پیش مرده بود. کروات مشکیش را لازم داشتم. وقتی از خانه امانوئل بیرون آمدم ساعت نزدیک دو بود. می دویدم تا از اتوبوس جا نمانم. تمام تنم از گرما خیس شده بود. بعد تکانهای اتوبوس بود. بوی بنزین، آسمان پر از نور و گرمای جاده. خوابم برد. تمام راه خوابیدم وقتی بیدار شدم سرم روی شانه سرباز کناریم بود سرباز لبخند زد از راه دور میای گفتم بله حرف دیگری برای زدن نداشتم اتوبوس به ایستگاه آخر رسید به سمت آسایشگاه راه افتادم آسایشگاه نزدیک دهکده بود وقتی رسیدم سرایدار گفت اول باید برید پیش مدیر آسایشگاه الان کار دارن باید صبر سب کنین صبر کردم تمام مدت دربان حرف زد. بعد به طرف اتاق مدیر راهنماییم کرد. مدیر آسایشگاه پیرمردی ریزنقش بود با نشان لژیون بر سینه. پیرمرد با دلسوزی نگاهم کرد. بعد دستم را گرفت و فشار داد. نمیدانستم چطور دستم را از دستش بیرون بکشم. مدیر پرونده مامان را نگاه کرد. خانم مرسو سه سال پیش اومدن اینجا. به جز شما هم کسی رو نداشتن. درسته؟ فکر کردم سرزنشم می کند. آمدم توضیح بدهم که گفت لازم نیست توضیح بدین. پروندهتون رو خوندم. میدونم حقوقتون کمه نمیتونستین از مادرتون نگهداری کنین. در ضمن اینجا حالش خیلی بهتر بود. با همسن و سالاش سرگرم میشد. پیش شما حوصله‌اش سر میرفت. راست میگفت. مادر وقتی خانه بود اصلا حرف نمیزد. فقط با نگاهش دنبالم میکرد. روزهای اول آسایشگاه مدام گریه میکرد اما کم کم عادت کرد. بعدها وقتی از آسایشگاه به خانه می آمد گریه می کرد. روزهای اول گاهی به دیدنش می رفتم. وقتی به آسایشگاه عادت کرد دیگر نرفتم. رفتن به آسایشگاه غیر از هدر رفتن روز تعطیل پول بلیت اتوبوس راه و گرما و خستگی فایده دیگری نداشت. مدیر بی وقت حرف می زد. به حرفهایش گوش نمی کردم. ناگهان ساکت شد. فکر کنم می مادرتونو مادرتون ببینین. بدون حرف دنبالش راه افتادم. توی راهرو پیرزنها و پیرمردها گله به گله جمع شده بودند بعضی ها هم توی حیات با هم حرف می زدند. مدیر گفت وقتی یکیشون میمیره بقیه تا دو سه روز افسردن برای همین سردخونه توی یه ساختمان دیگه است سردخانه ساختمانی کوچک مکعبی شکل و خاکستری بود مدیر جلو ساختمان ایستاد آقای مرسو من دیگه باید برم مراسم خاکسپاری فردا ساعت ده صبحه امشب میتونین تا صبح کنار مادرتون باشین در ضمن به خواست ایشون مراسم خاکسپاری به صورت مذهبی برگزار میشه تشکر کردم مادر بیدین نبود اما هیچ وقت در مورد مذهب حرف نمیزد اتاق سردخانه خیلی روشن بود. اتاقی روشن با دیوارهای سفید و سقف شیشه‌ای. اساسی چندانی در اتاق نبود. فقط تابوتی بود با چوب گردو و پیچهایی براق بر در چهار طرفش. پرستار عربی بالای تابوت مامان نشسته بود. درمان با عجله به سردخانه آمد. دویده بود. نفس نفس زنان گفت: در تابوت بسته است. باید پیچا رو باز کنم تا مادرتون رو ببینین. بعد به طرف تابوت رفت. گفتم: باز نکن. ما مادرتون رو ببینین؟ نه. از حالت صورتش فهمیدم حرفم خوب نبوده. پرسید: چرا نمیخواین ببینین؟ قصدش سرزنش نبود، فقط میخواست دلیلش را بداند. گفتم: نمیدونم. دستی روی سبیل سفیدش کشید و گفت: میفهمم. چشمهای درمان آبی و زیبا بود با پوستی سفید که به قرمزی میزد. صندلی چوبی تعارفم کرد و خودش کمی عقبتر نشست. پرستار بلند شد و به طرف در رفت. دربان به پرستار اشاره کرد و گفت جزام داره به زن نگاه کردم پارچه سفیدی روی صورتش بود برجستگی بینیش از زیر پارچه معلوم نبود چند دقیقه بعد دربان بلند شد و گفت آقا من شما را تنها میذارم نمیدانم در صورتم چه تغییری دید که نرفت پشت سرم ایستاد نور درخشان بعد از ظهر سردخانه را زیبا کرده بود دو زنبور جلو پنجره وزوز میکردند احساس کردم خوابم میآید از سرایدار پرسیدم خیلی وقت اینجایی؟ ای؟ فورا جواب داد پنج سال انگار منتظر همین سوال بود تا ورراجی را شروع کند گفت قبلا تو پاریس زندگی می کردم زندگی تو پاریس محشره تو پاریس میشه تا سه چهار روز مرده را نگه داری ولی تو صحرا نمیشه باید خیلی زود دفنش کنی زن سرایدار که تازه آمده بود گفت بس کن آقا عزادارن نباید اینقدر حرف بزنی اما حرفهای سرایدار برایم جالب بود با آنکه سنش به پیرمردها و پیرزنهای آسایشگاه نزدیک بود ولی به آنها میگفت آنها نمیگفت پیرها یا پیرزنها و پیرمردها انگار ازشان خیلی فاصله داشت یا با آنها فرق میکرد شب خیلی زود رسید آسمان از پشت شیشه های سقف دیده میشد سرایدار کلید برق را زد نور زیاد چشمم را زد سرایدار برای شام به خانه اش دعوتم کرد گفتم گرسنه نیستم گفت پس یه لیوان شیر قهوه بخوریم شیر قهوه رو دوست دارم برای همین قبول کردم سرایدار از سردخانه بیرون رفت و با فنجانی شیر قهوه برگشت خواستم سیگار بکشم نمیدانستم سیگار کشیدن بالای تابوت درست است یا نه کمی فکر کردم به نظرم اهمیتی نداشت سیگاری روشن کردم و یکی دیگر را به سرایدار تعارف کردم سرایدار گفت دوستای مادرتون هم امشب میان میخوان کنار جنازه باشن اینجا رسمه منم باید صندلی و قهوه رو آماده کنم انعکاس نور روی دیوارهای سفید چشمم را اذیت می کرد. گفتم میشه یکی از چراغا رو خاموش کنی؟ نمیشه آقا همه چراغا به یک کلید وصله. سرایدار رفت خیلی خسته بودم خوابم برد. وقتی چشمهایم را باز کردم سرایدار صندلی ها را چیده بود. اتاق از قبل هم روشنتر شده بود. وقتی چشمها را میبندی و دوباره باز می کنی همه چیز روشنتر به نظر میآید. پرستار جزامی پشت به ما ته سردخانه نشسته بود. از حرکات دستش معلوم بود چیزی می بافد. هوای شب ملایم و مطبوع بود. دوستای مامان وارد سردخانه روشن و پر نور شدند. ده نفری می شدند. هر کدام بی صدا روی صندلی نشستند. هیچ کدام حرف نمی زدند. انگار آدم های واقعی نبودند. با همه جزئیات نگاهشان می کردم. به نظرم همه پیرزنها چاق و همه پیرمردها لاغر بودند. چشمهایشان را وسط صورت پرچین و چروکشان تار و دور می دیدم. نگاه هم می کردند اما کلمه ای حرف نمی زدند. لبهایشان به طرف دهان بیدندانشان برگشته بود. فقط چند نفری آرام برایم سری تکان دادند. نگاه هم توی اتاق چرخید. من تنها بالای تابوت نشسته بودم و همه روبرویم. درست شبیه به محاکمه. چند دقیقه بعد پیرزنی گریه کرد. بقیه تکان نمی خوردند. به اسایشان یا تابوت چوبی زل زده بودند. زن آرام و مرتب گریه می کرد. گریه ای که تمامی نداشت صدایش اذیتم میکرد اما جرأت نمیکردم چیزی بگویم سرایدار آمد کنارم خم شد و از زیر گوشم گفت دوست صمیمی مادرتون بوده میگه دیگه هیچ رو نداره دیگر خوابم نمی آمد اما خسته بودم و پشتم درد میکرد از آن همه سکوت کلافه شده بودم گاهی صداهای عجیبی میشنیدم سردر نمیآوردم دقت که کردم فهمیدم صدای دهان بیدندانشان است سرایدار با سینی قهوه آمد قهوه را بدون کوچکترین حرف و صدایی خوردیم ناله های زن کمتر شده بود خوابم می آمد. نفهمیدم کی خوابم برد از شدت کمردرد چشمهایم را باز کردم. بقیه تکیه داده به شانه هم یا اسایشان خوابشان برده بود. یکی از پیرمردها با چشم باز به اسایش تکیه داده بود. پیرمرد زل زده بود به من. انگار منتظر بود بیدار شوم. نگاهش کردم اما دوباره خوابم برد. باز هم از کمردرد بیدار شدم. صندلی چوبی بود و سخت. روز کم کم از پشت شیشه های سقف پیدا شد. یکی از پیرمردها سرفه می کرد. هر بار صرفه می کرد انگار چیزی از وجودش کنده می شد. بقیه هم بیدار شدند. وقتی از سردخانه بیرون می دستم را به گرمی فشردند. گمانم شب و سکوتی که بین من گذشته بود ما را نسبت به هم سمیمی کرده بود. هوا گرگ و میش بود. توی حیات رفتم. بوی خاک خیس دریا و نمک می آمد. تپه ها دهکده را از دریا جدا می کردند. روز زیبایی بود. دیگر خوابم نمی آمد. اگر مامان نمارده بود پیاده روی خوبی می شد. یاد همکاران اداری هم افتادم. حتما تا حالا از خواب بلند شده بودند بروند سر کار. کاری که همیشه برایم سخت بود. سرایدار سراغم آمد. گفت مدیر آسایشگاه خواسته به دیدنش بروم. رفتم. آقای مدیر پیراهن سیاهی پوشیده بود با شلواری راه راه. چند برگ کاغذ جلوی هم گذاشت و پرسید دلتون میخواد برای بار آخر مادرتون ببینین؟ گفتم نه، مدیر هم دستور داد زودتر کارهای مربوط به دفن را انجام بدهند بعد به من گفت تو خاک سپاری فقط من و شما و پرستار کشیک هستیم پیرمرد بیر زنا نمیتونن بیان دیشب تا صبح بیدار بودن خسته شدن البته یکیشون میاد آقای توماس پرز مدیر لبخند زد و گفت پرز همیشه کنار مادرتون بود اینه عین دو نامزد هیچ وقت از هم جدا نمیشدن امیدوارم درک کنید معمولا این جور چیزا توی آسایشگاه ها پیش میاد. برز از مرگ مادرتون خیلی ناراحته. دیشب چون حالش خوب نبود نتونست بیاد سرد خونه. اما برای مراسم تطفین میاد. به هر حال حقشه. همان موقع کشیش هم آمد. مدیر سرش را پایین انداخت و راه افتاد. من هم پشت سرش. همه چیز در قبرستان خیلی زود تمام شد. چیز زیادی یادم نمی آید. فقط کلیسا بود، قبر بود و گورستان و پرزی که زیر گرما برای چند دقیقه از حال رفت و باز هم شم، گل، خاکی که رنگش سرخ بود، آدمها، صداها و باز هم آدمها و انتظار من، انتظارم برای بازگشت به الجزیره با خودم فکر کردم همین که به خانه برسم دوازده ساعت پشت هم میخوابم. از خواب بیدار شدم خستگی دیروز هنوز توی تنم بود یادم آمد شنبه است تازه فهمیدم رئیسم چرا بابت مرخصیم ناراحت بود با حساب تعطیلی شنبه و یک شنبه من چهار روز تعطیل بودم هرچند خاک سپاری دیروز تقصیر من نبود اما وقتی خودم را جای رئیسم میگذاشتم به او حق میدادم رفتم جلوی آینه دستی روی ریش های نتراشیده هم کشیدم صورتم را اصلاح کردم باید امروز چیکار میکردم به نظرم شنا فکر خوبی بود. از خانه بیرون زدم. خیلی زود به دریا رسیدم و خودم را به آب سپردم. ساحل شلوغ بود. آدم های زیادی برای شنا آمده بودند. وقتی از آب خسته شدم بدن سنگینم را بیرون کشیدم. همان موقع توی ساحل ماری را دیدم. ماری قبلا منشی اداره امام بود. همیشه ازش خوشم هم می آمد. ماری هم از من بدش نمی آمد. به طرفش رفتم و با هم حرف زدیم. موقع پوشیدن لباس از کراوات سیاه هم تعجب کرد پرسید مگه عزاداری داری گفتم آره مامانم مرده کی دیروز ماری جا خورد دلم میخواست بگویم تقصیر من نبوده اما جلوی خودم را گرفتم قبلا به رئیسم همین را گفته بودم و او تعجب کرده بود شب ماری را به سینما دعوت کردم ماری دوست داشت فیلمی از فرناندل ببیند کمدی های فرناندل خیلی معروف شده بود روز بعد یکشنبه بود یک شنبه ها را دوست ندارم توی رخت خوابم قلط زدم تا ظهر در تختم ماندم گرسنم بود ولی دلم نمیخواست به رستوران سلست بروم حوصله دلسوزی هایش را نداشتم تخم و مرغ درست کردم توی خانه نان نداشتم بدون نان خوردم وقتی مامان خانه بود همه چیز سر و سامان داشت بعد از رفتنش حتی میز نهار خوری را به اتاق خوابم بردم حالا هرچه لازم داشتم توی اتاق در دسترسم بود بعد از ظهر با کسالت تمام روزنامه کهنه ای را برداشتم و خواندم. آگهی نمک روزنامه را قیچی کردم و توی دفترم چسباندم. همیشه مطالب جالب روزنامه را جدا میکنم و توی دفترم می بالکن خانه رو به خیابان اصلی است. رفتم توی بالکن و خیابان را تماشا کردم. آدمها تک و توک از پیاده رو رد میشدند. خانواده ای کشان کشان با وسایلشان به پیکنیک می رفتند. دختر پسرها با موهای روغن زده و کفش های نکتیز عجله داشتند. صدای خندهشان تا رسیدن به اتوبوس برقی هنوز شنیده میشد. خیابان کم کم خلوت می شود. تنها مرد کافهدار جلوی مغازش را تمیز میکرد. کرد. راستی راستی یک شنبه بود. سندلیم را گذاشتم و نشستم. عصر دوباره خیابان شلوغ شد. اغلب رهگذران از گردش برمیگشتند. بازیکن های فوتبال با خنده و سر و صدا رد شدند. چند نفرشان برایم دست تکان دادند من هم در جواب سرم را مختصری تکان دادم بعد نوبت سینماها بود که تعطیل شوند و آدمها را به خیابان بفرستند جوانها شاد بودند فکر کردم حتما فیلم پرماجرایی دیدند بعضی ها هم جدی تر توی فکر بودند نور چراغ های اتوبوس های برقی گاهی روی صورتی خندان میافتاد گاهی روی علنگویی نقره انبوهی از بارنامه های کشتی روی میزم تلمبار شده بود باید همهشان را انجام میدادم. تا ظهر یک بند کار کردم وقت نهار شد دستهایم را شستم شستن دستهایم را موقع ظهر دوست دارم اما نزدیک عصر نه نزدیک عصر حوله اداره دیگر خیس خیس است قبلا موضوع حوله خیس را به رئیسم تذکر داده بودم ولی فقط گفته بود متاسف است ظهر با امانوئل رفتیم بیرون او در بخش نامه ها کار می‌کند. ادارهشان کمی دورتر از ما رو به دریاست. کنار دریا نشستیم و با هم به کشتی های باری خیره شدیم. همان لحظه کامیونی رسید. امانوئل گفت: سوار کامیون بشیم؟ دنبال کامیون دویدیم و در گرد و خاکش غرق شدیم. دستم را به دستگیره کامیون گرفتم و پریدم بالا. بعد دست امانوئل را گرفتم و کشیدم بالا. امانوئل بلند بلند میخندید. خیس عرق به کافه سلست رسیدیم. سلست مثل همیشه با شکم گنده پیشبند و سبیل سفیدش پشت پیشخان ایستاده بود با دیدنم لبخند زد و پرسید حالت خوبه؟ بله خوبم فقط گشنمه هول هولکی غذا خوردم و قهوه نوشیدم بعد رفتم خانه کمی خوابیدم و برگشتم اداره تمام عصر کار کردم شب وقتی از اداره بیرون آمدم آسمان سبز و هوا خوب بود یک راست به خانه رفتم تا برای شام سیب زمینی آب پز بخورم در راه پلده تاریک به همسایه کناریم هم سالامانوی پیر برخوردم پیرمرد با سگش توی راه رو بود سگ سالامانو مثل خودش پیر بود بیماری پوستی هم داشت و پشمهایش گله به گله ریخته بود سالامانوی پیر سالها با سگش در اتاقی کوچک زندگی می کردند. دیگر هر دو شبیه هم شده بودند روی صورت سالامانو هم لکه های قرمز بود با موهای تنک و زرد سگ شبیه صاحبش راه می رفت. انگار هر دو از یک نژاد بودند. پیرمرد روزی دو بار سگش را به گردش می برد. ساعت یازده و ساعت شش. هشت سال بود ساعت و مسیرشان را عوض نکرده بودند. موقع راه رفتن سگ نزار پیرمرد را دنبال خود می کشید. بیشتر وقتها پای سالامانوی پیر پیچ می خورد. آن وقت سگش را میزد و فحشش می داد. سگ هم از ترس می نشست. بعد نوبت پیرمرد میشد که سگ را دنبال خود بکشد سگ دوباره فراموش می کرد و دوباره اربابش را می کشید و دوباره کتک می خورد. بعد هر دو روی پیاده رو می استادند و همدیگر را نگاه میکردند. سگ با وحشت، مرد با نفرت. این وضع هر روز تکرار میشد. پیرمرد قلاده سگ را تو پله ها می کشید و سگ بیچاره پشت سرش قطره قطره زمین را خیس می کرد. سالامانا هم فوش میداد داد. ایک بیری، لش مرد لعنتی، کسافت. داستانشان هشت سال تمام بدون کوچکترین تغییری تکرار میشد. به سالامانو شب به گفتم اما حواسش نبود جواب نداد پرسیدم مگه سگه چیکار کار کرده؟ باز هم جوابم را نداد پیرمرد سگ را کشان کشان به خانه برد درست همان موقع دومین همسایه هم آمد یعنی ریمون توی محله پشت سر ریمون حرفای بدی میزدند. میگفتند خرجش را زنها می دهند و زندگیش مایه شرمساری است هر بار ازش میپرسیدند کسب و کارش چیست میگفت انباردار روی هم رفته کسی از ریمون خوشش نمیامد اما من بدم نمیامد. چون به حرفهایش گوش میدادم اغلب سری به من میزد حرفهایش برایم جالب بود سرگرمم میکرد ریمون کوتاه و چارشانه بود دماغش شبیه دماغ بکسورها بود و همیشه لباسهای زیبا و تمیز میپوشید میخواستم وارد آپارتمانم بشوم که ریمون پرسید صدای پیری اذیتتون نمیکنه نه خوبه دوست دارین یه لغمه با من بخورین؟ حوصله آشپزی نداشتم برای همین دعوتش را قبول کردم به آپارتمان ریمون رفتم ریمون چراغ نفتیش را روشن کرد نگاه هم به دستش افتاد پارچه دور زخم دستش پیچیده بود پرسیدم دست چرا زخم شده؟ دعوا کردم بعد به آشپزخانه رفت و مشغول آشپزی شد پرسید آقای مرسو دوست دارین ما هم رفیق شیم؟ گفتم برام فرقی نمیکنه. ریمون لبخند زد و غذا را آورد. حین غذا خوردن تعریف کرد با نامزدش به مشکل خورده. گفت دختر را حسابی زده و مردی که با او دعوا کرده برادر نامزدش است. بی صدا به حرفایش گوش می دادم. شقیقه هایم داغ شده بود. ریمون پرسید به نظرت کار خوبی کردم دختر را رو زدم. فکر میکردم داره گولم میزنه به هم خیانت میکنه میدونم تو محل پشت سرم چی میگن آقای مرسو ولی همش مزخرفه من از صبح تا شب کار میکردم که دختره راحت باشه ولی با هم صادق نبود مجبور شدم ولش کنم قبلش هر وقت دعوامو میشد کتکش میزدم ولی نه اینجوری ولی هنوز فکر میکنم آروم نشدم نظر شما چی آقای مرسو منم حس میکنم باهات رو راست نبوده ولی نمیدونم تنبیهش درسته یا نه ریمون روی مبل ولو شد. چند دقیقه بعد گفت میخواهد برای دختر نامه بنویسد. نامه ای که هم عصبانیش کند هم پشیمان. بعد وقتی دختر برگشت بیرونش کند. فکر میکرد اینطوری تنبیهش میکند. سرم را تکان دادم. به نظرم تنبیه خوبی بود. ریمون گفت بلد نیست نامه مناسبی بنویسد. ازم خواست برایش نامه بنویسم. قبول کردم. ریمون از کشوی میزش کاغذ شطرنجی و قلم آورد. نامه را نوشتم و بلند بلند خواندم. ریمون سیگار میکشید و با سر نوشته های نامه را تایید می کرد. ازم خواست دوباره بخوانمش. حسابی از نامه خوشش آمده بود. از اسم دختر فهمیدم عرب است و از اهالی الجزیره. ریمون گفت: میدونستم آدم سرد و گرم چشیده هستی. تو زندگی کردن بلدی. نفهمیدم چرا یک دفعه صمیمی شد و مرا تو خطاب کرد. دوباره گفت: تو دیگه رفیق منی، رفیق واقعی. چند بار حرفش را تکرار کرد. برای من فرقی نمی کرد رفیقش باشم یا نه اما ریمون خیلی خوشحال بود هر دو به دو هم همین فکر را می کردم چیزی نگفتم از جا بلند شدم ریمون دستم را سفت فشرد و گفت مردا همیشه حرفای همدیگر را می فهمن. از اتاق ریمون بیرون آمدم در را بستم دیروز ماری هم به دیدنم آمد. لباس قرمز زیبایی پوشیده بود با سندل چرم. با اتوبوس به ساحل رفتیم و نهار خوردیم. ماری پرسید دوست هم داری؟ گفتم نمیدونم دوست داشتن چه مفهومی داره اما نه. صورتش ناراحت شد اما تا موقع نهار دیگر اثری از ناراحتی نبود. انگار اتفاقی نیفتاده باشد. باز هم خندید. نهار را خوردیم و به خانه برگشتیم. از اتاق ریمون صدای مشاجره و دعوا می آمد. ریمون داد می زد, تو به هم نارو زدی. حالا بهت نشون میدم خیانت یعنی چی؟ صدای جیغ زن بلند شد. اهالی ساختمان توی راه پله جمع شدند. من و ماری هم رفتیم بیرون. زن داد میکشید و ریمون او را میزد. ماری گفت خیلی وحشتناکه برو زنگ بزن پلیس. گفتم از پلیس خوشم نمیاد. کمی بعد معمور پلیس همراه مستجر طبقه دوم آمد. چند بار به در کوبید و دیگر صدایی نشنیدیم معمور محکم تر کوبید ریمون در را باز کرد سیگاری روی لبش بود و لبخند میزد زن دوید دم در و به معمور گفت ریمون کتکش زده معمور به ریمون گفت اسمت چیه ریمون وقتی با پلیس حرف میزنی سیگار را از دهنت بردار ریمون با تردید مرا نگاه کرد و به سیگارش پک زد مأمور ای روی صورتش خواباند سیگار چند متر دورتر افتاد ریمون چیزی نگفت آرام پرسید سیگارم رو بردارم بردار ولی یادت باشه دفعه بعد جلوی معمور مسخره بازی در نیاری زن هنوز گوشه زار میزد مدام زیر لب میگفت مرتیکه عوضی کتکم میزد ریمون از معمور پرسید سرکار تو قانون فش دادن جور نیست به من میگه عوضی پاسبان به ریمون گفت خفه ریمون به دختر گفت سب کن به هم میرسیم وقتی پلیس میرفت به ریمون گفت منتظر احضاریه کلانتری باشد با رفتن پلیس همه رفتند ماری هم خداحافظی کرد و رفت بعد از ظهر ریمون در اتاقم را زد و آمد تو لبه یه تختم نشستم ریمون هم کنارم نشست هر دو ساکت بودیم چند دقیقه بعد پرسیدم چرا دوباره با دختر دعوا کرده ریمون گفت بهش گفتم از خونم بره بیرون اونم زد تو گوشم مجبور شدم کتکش بزنم بقیهشم که خودت دیدی خب پس دلت آروم شد آره به نظرت باید حال پلیس رو می نمیدونم از پلیس خوشم نمیاد میفهمم میای بریم یه دوری بزنیم بدون حرف بلند شدم و موهایم را شانه زدم ریموند گفت باید توی دادگاه برای شهادت بدهم برایم فرقی نمی کرد فقط نمیدانستم در دادگاه چه بگویم ریموند گفت فقط بگویم دختره بهش نارو زده قبول کردم رفتیم بیرون ریموند مهمانم کرد شام خوردیم و بیلیارد بازی کردیم. خوش گذشت. موقع برگشت ریمان از اینکه دختره را حسابی تنبیه کرده بود خوشحال بود. نزدیک خانه شدیم. از دور چشمم به سالامانوی پیر افتاد. پریشان بود. مدام دور و بر را نگاه می کرد و زیر لب حرف می زد. سگش همراهش نبود. ازش پرسیدم سگت کجاست؟ جواب نداد. فقط زیر لب گفت لش مرده. پیرمرد بیقرار دور خودش میچرخید. دوباره پرسیدم سگت گم شده؟ یهو جواب داد گذاشته رفته میخواستم براش قلاده جدید بخرم ها لعنتی ریموند دلداریش داد گفت احتمالا سگش گم شده سگها هم همیشه دنبال اربابشان میگردند اما حرفهایش پیرمرد را پریشان تر کرد و گفت گاش یکی بگیرتش حداقل از گشنگی نمیمیره ولی محاله سگ مریضه حالا همه رو به هم میزنه پیشنهاد دادم به محل نگهداری سگهای گم شده برود آنجا میتواند سگش را در ازای مبلغی پس بگیرد سالامانا پرسید مبلغی زیاده چیزی نگفتم اما پیرمرد لجش گرفت برای سگ مردشور برده پول بدم حرفها میزنید بره بمیره پیرمرد مدام زیر لب به سگش بد و بیراه میگفت ریمان خندید و به خانه رفت دنبالش رفتم روی پاگرد از هم جدا شدیم یک دقیقه بعد صدای پای پیرمرد را شنیدم در اتاقم را میزد در را باز کردم سالمانو لحظه ای دم درماند بعد گفت ببخشید دعوتش کردم بیاید تو نیامد دست پر از لکش میلرزید گفت آقای مرسو سگمو به هم میدن من باید چیکار کنم دوباره گفتم به محل نگهداری سگ های گم شده سری بزند ساکت نگاهم کرد بعد گفت شب خوش تا صبح صدای قیش قیش تخت خواب و ناله آرامش را از پس دیوار میشنیدم پیرمرد گریه می کرد. نمیدانم چرا یاد مامانم افتادم. فردا باید صبح زود بیدار می شدم. سرم را رو روی بالش گذاشتم و خوابیدم. سرگرم کار بودم که ریمون زنگ زد. برای آخر هفته من و ماری را به خانه ییلاقی دوستش در الجزیره دعوت کرد. قبول کردم. رئیس از حرف زدن وسط کار خوشش نمی آید. می خواستم تلفن را زودتر قطع کنم اما ریمون ولکن نبود. ببین برادر دختره و رفیقاش امروز تعقیبم کردن. وقتی رسیدی خونه دورو را نگاه کن. ببین چند تا مرد عرب نمی بینی؟ همون لحظه رئیس صدایم کرد. تلفن را قطع کردم و به اتاقش رفتم. رئیس پیشنهاد داد مرا به پاریس منتقل کنند. گفت من جوانم و احتمالا زندگی در پاریس برایم خوشایندتر است. از آن مهمتر موجب موفقیتم می شود. به رئیس گفتم برای من فرقی نمی کند. رئیسم با تعجب پرسید دوست ندارین زندگیتون رو تغییر بدین؟ شما جوانین باید پیشرفت کنین. زندگی تو پاریس آرزوی هم است. گفتم به نظرم زندگی همه جا یه شکله فرق زیادی نداره زندگی منم اینجا بد نیست رئیس نمخ شد. توقع داشت خوشحال شوم. با دلخوری گفت همیشه به آدم جواب سربالا میدین. شما اصلا بلند پرواز نیستین. خصوصیات شما باعث شکستتون میشه. جوابش را ندادم. برگشتم سر کارم. نمیخواستم رئیس را ناراحت کنم. اما واقعا دلیلی نداشت زندگیم را تغییر دهم. دوران دانشجویی بلند پرواز بودم اما وقتی درسم تمام شد فهمیدم هرچه در مورد موفقیت و زندگی ایدئال میگویند حقیقت ندارد. قبلا هم بهت گفتم به نظر من دوست داشتن اهمیتی نداره من عاشقت نیستم چون اهمیتی نداره اما اگه بخوای باهات ازدواج میکنم یعنی اگه جای من هر زن دیگه ای بهت پیشنهاد میداد باهاش ازدواج میکردی بله طبیعیه ماری ساکت شد بعد گفت تو آدم عجیبی هستی برای همین دوستت دارم شاید یه روزی به همین دلیل ازت متنفر شدم چیزی نگفتم ماری لبخند زد و گفت پس میخوام باهات ازدواج کنم باشه هر وقت خواستی ازدواج میکنیم کمی راه رفتیم به ماری در مورد پیشنهاد رئیسم گفتم ماری خوشحال شد گفت همیشه آرزو داشته در پاریس زندگی کند و پاریس را ببیند به ماری گفتم پاریس جای کثیفی است با کوچه های تنگ و تاریک فضله و سر و صدای کبوترها بعد هم مردمی با پوست سفید همین گفتم پاریس چیزی ندارد که برایش مشتاق باشم از خیابان های بزرگ شهر گذشتیم پیشنهاد دادم به رستوران سلست برویم اما ماری گفت کار دارد و باید برود گفتم باشد پس تا بعد ماری گفت واقعا نمیخوای بدونی چی کار دارم بله میخواستم بدانم اما به فکرم نرسیده بود ماری باز هم لبخند زد و رفت به رستوران سلست رفتم مشغول غذا خوردن بودم که زن ریز نقشی وارد رستوران شد کنار میزم ایستاد و پرسید میتواند بنشیند البته که میتوانست زن سر میزم نشست غذایش را سفارش داد بعد در کاغذی قیمت غذاهایی را که سفارش داده بود نوشت قیمتها را جمع زد و از کیفش پول درآورد وقتی منتظر غذا بود از کیفش مجله برنامه های هفتگی رادیویی را درآورد همه برنامه ها را علامت زد. غذایم را تمام کردم. زن هنوز برنامه های رادیویی را در مجله علامت میزد. کارش که تمام شد از جایش بلند شد. کتش را شبیه آدم های ماشینی تنش کرد و رفت. من هم دنبالش رفتم اما خیلی زود گمش کردم. حس کردم زن عجیبی بود اما خیلی زود فراموشش کردم. دم در سالمان پیر را دیدم. گفت هنوز سگش را پیدا نکرده. شاید رفته باشد زیر ماشین اما رد و نشانی از له شدن حیوان نبود. گفتم یه سگ دیگه بگیر سالامانو با عصبانیت نگاه هم کرد و گفت سگ خودم عادت کرده بودم سالامانو زیر لب حرف میزد نمیدانستم چه میگوید حوصلم را سر می برد ولی کار دیگری نداشتم برای اینکه حرفی زده باشم بیشتر در مورد سگش پرسیدم سالامانو گفت بعد از مرگ زنش تنها همدمش بوده با هم پیر شده بودند بعد سرش را پایین انداخت و با ناراحتی گفت سگ بد اخلاقی بود بعضی وقتا با هم دعوامو میشد اما سگ خوبی بود از بچگی بزرگش کرده بودم گفتم فکر کنم از نژاد خوبی بود سالامونو خوشحال گفت تازه قبل از مریضی ندیده بودین پشمش خیلی قشنگ بود به نظر من که مریض نشده بود پیر شده بود پیری هم که علاج نداره مادر بیچارتون خیلی دوستش داشت نمیدانم چرا فکر میکرد بعد از مرگ مادرم بدبخت شدم جوابش را ندادم دست باشه گفت اهالی محل پشت سرتون حرف می زدن می گفتن مادرتون رو بردین آسایشگاه ولی من مطمئنم از سر بدی این کارو نکردین گفتم به نظرم که کار عادی آسایشگاه براش بهتر بود پول نگهداریش هم نداشتم در ضمن از تنهایی خسته نمی شد درسته درسته لاقل توی آسایشگاه دوست و رفیق پیدا کرده بود بعد هم یهو گفت خوابش گرفته و باید برود گفت از وقتی سگش رفته نمیداند باید چه کند. سالامانو برای اولین بار دستش را به طرفم دراز کرد پوست چروکیده دستش را حس کردم لبخند زد و قبل از رفتن گفت امیدوارم سگا امشب سر و صدا نکنن همش فکر میکنم سگ خودمه در را باز کردم ماری لباس کتان سفیدی تنش بود موهایش را روی شانهش رها کرده بود گفتم زیبا شده خوشحال شد و خندید در اتاق ریمون را زدیم جواب داد الان میام پایین تازه وارد خیابان شدیم آفتاب داغ به صورتم خورد ماری بالا و پایین می پرید و یک ریز می گفت, عجب هوای خوبی حالم که کمی بهتر شد احساس گرسنگی کردم ریمون آمد خوشحال بود با لبخند گفت سلام رفیق بعد به ماری گفت سلام مادمازل دلیل خوشحالیش را میدانستم روز قبل به کلانتری رفته بودیم من شهادت دادم نامزدش ریمون را فریب داده به همین دلیل آزادش کرده بودند آماده ی رفتن بودیم که ریمون علامت داد روبرو را نگاه کنم چند مرد عرب به مغازه روبروی من تکیه داده بودند و نگاهمان میکردند ریمون زیر لبی با ترس گفت دومی از دست چپ برادر دختر است ماری پرسید چی شده گفتم چیزی نیست چند تا مرد عرب با ریمون خورده حساب دارن دیگه بهشان نگاه نکردیم به طرف ایستگاه اتوبوس رفتیم ریمون پشت سرش را نگاه کرد و گفت دنبالمون نیومدن وقتی خیال ریمون راحت شد مدام با ماری می خندید و شوخی میکرد در حومه الجزیره از اتوبوس پیاده شدیم ساحل دور نبود بوی دریا و صدای قایق ها حالم را بهتر کرد ماری چندتایی گل زنبخ چید دوست ریمون و زنش جلوی کلبه چوبی کوچکی کنار ساحل منتظرمان بودند. ریمون ما را به هم معرفی کرد. رفیقش قد بلند و هیکلی بود. زنش هم توپل و مهربان. زن ماهی سرخ کرده درست کرده بود. با ولع ماهی ها را خوردیم. ماری با زن گرم گرفته بود. به ماری نگاه کردم. برای اولین بار احساس کردم حقیقتا ازدواج می کنم. همگی رفتیم کنار دریا. هوا خوب بود. ماسه ها کم کم زیر پایم گرم میشدند دوست ریمون مدام حرف می زد و شوخی می کرد. آرام رفتیم توی آب. حسابی شنا کردیم و برگشتیم ساحل. خسته و گرسنه بودیم. برگشتیم کلبه و غذا خوردیم. تصمیم گرفتیم بعد از نهار برویم پیاده روی. اما زنها دوست داشتن در خانه بمانند. برای همین سه نفری زدیم بیرون. نور خورشید مستقیم به دریا می خورد. از بس دریا روشن بود نمیشد به آب نگاه کرد. توی ساحل خلوت بود با حرارتی که از زمین بلند میشد نفس کشیدن مشکل بود کنار دریا قدم زدیم گاهی موج کوچکی بلندتر از موجهای دیگر می آمد و کفشهای ما را خیس می کرد ریمون و دوستش با هم حرف می زدند من ساکت بودم به چیزی فکر نمی کردم نور آفتاب خوابالودم کرده بود ریمون سرش را نزدیکم آورد و چیزی گفت درست نشنیدم اما در امتداد ساحل چشمم به دو مرد عرب افتاد مردها به طرف ما می آمدند ریمون گفت خودشه اگه دعوا شد من برادر دختره را میگیرم سمت چپیه با شما دوتا مردها یواش یواش جلو آمدند آنقدر به ما نزدیک شدند که ریمون مجبور شد برای دعوا پیش قدم شود گرما شدیدتر شده بود دوست ریمون به سمت یکیشان رفت و او را در آب انداخت حباب های هوا دور کلش روی آب آمدند یکی از مردهای مهاجم از جیبش چاقویی درآورد به ریمون گفتم مواظب باشد اما تا ریمون به خودش بیاید بازویش پاره شد عرب دیگر دوید پشت عرب مسلح با هم عقب عقب رفتند وقتی دیدند به حد کافی دور شدند دویدند ما زیر آفتاب میخوب شده بودیم ریمون بازوی زخمیش را سفت گرفته بود از بین انگشتهایش خون میچکید دوست ریمون گفت مطب دکتر پشت ساحل باید از تپه ها بریم ریمون میخواست حرف بزند ولی دهانش پر از خون بود زیر بغلش را گرفتیم و برگشتیم به کلبه دوست ریمون او را به دکتر برد من در خانه کنار زنها ماندم زن دوست ریمون یک سره گریه میکرد. رنگ و روی ماری هم پریده بود من خیره به دریایی ایستاده بودم یک ساعت بعد ریمون با دوستش برگشت بازویش را بسته بود و به گوشه ی لبش چسب زخم زده بود خیلی پکر بود دوستش سعی میکرد کرد او را بخنداند اما ریمون دوست نداشت با لبهای شکافته بخندد بعد از مدتی ریمون گفت می خواهد تنها به ساحل برود دوست ریمون نیامد ولی من همراهش رفتم توی ساحل راه رفتیم آفتاب داغتر شده بود به صخره رسیدیم پشت صخره چشمه آب بود دو مرد عرب همانجا دراز کشیده بودند آرام و خوشحال بودند با دیدن ما عکس عملی نشان ندادند مردی که ریمون را زده بود ساکت نگاهش می کرد و دیگری سازدهنی می زد. همه جا ساکت بود. صدای سازدهنی مرد عرب با صدای رودخانه آمیخته بود. گرما عصبی هم کرده بود. ریمون دست کرد توی جیبش. ازم پرسید با تیر رو بیارم؟ پیش خودم فکر کردم اگر بگویم نه عصبانی می شود و حتما شلیک می کند. فکر کردم و گفتم هنوز که چیزی نگفته همینطوری نباید بزنی. پس بهش فوش میدم اگه جواب داد شلیک می کنم. نه اسلحه تو بده به من بعد برو باش دعوا کن اگه چاقو کشید من شلیک می کنم. ریمون اسلحه را به من داد. آفتاب روی اسلحه برق میزد. همه به هم نگاه می کردیم. انگار زمان متوقف شده بود جز صدای سازدهنی و صدای آب صدایی شنیده نمیشد سکوت کر کننده بود با خودم فکر کردم من هم توانایی شلیک دارم هم نه یک دفعه عرب ها از روی صخره سر خوردند و در چشم به هم زدنی فرار کردند با ریمون به کلبه برگشتیم ریمون داخل رفت و من روی پله های چوبی ماندم با اینکه سرم از آفتاب دنگ دنگ صدا میداد تصمیم گرفتم برگردم ساحل حوصله حرفها و ناله زنها را نداشتم از آسمان آتش میبارید به ساحل برگشتم و قدم زدم آرام روی ماسه ها راه میرفتم احساس کردم پیشانی هم زیر آفتاب باد کرده است گرما جلوی راه رفتنم را میگرفت. گرفت هر بار که باد گرم به صورتم میخورد دستهایم دست را مشت می کردم تا به آفتاب غلبه کنم راه رفتم و راه رفتم تا تصمیم گرفتم در سایه صخره دراز بکشم و به صدای چشمه گوش کنم آفتاب درست مثل روز خاکسپاری سپاری مادرم غیرقابل تحمل بود. عرق روی پیشانیم اذیتم میکرد. تمام رگهایم از زیر پوست بیرون زده بود. از فرط سوزش آفتاب قدمی به جلو برداشتم. هرچند میدانستم کار احمقانه است. مرد عرب چاقویش را بیرون کشید برق چاقو چشمم را کور کرد همان لحظه عرق از ابروهایم سر خورد و روی پلکهایم ریخت دیگر مرد عرب را نمیدیدم ناگهان همه چیز لرزید دریا موجی از هوای گر گرفته را به صورتم زد دستم را رو روی ماشه فشردم ماشه برآمدگی دستم را لمس کرد عرق و آفتاب را تکاندم و شلیک کردم با شلیک من همه چیز خاموش شد سکوت توی گوشم جیغ میکشید سکوت ساحل را با چهار گلوله دیگر به مرد عرب شکستم به محض اینکه دستگیر شدم چندین بار بازجویی شدم. مدام در مورد هویتم هم تکراری می پرسیدند. یک روز مثل همیشه بازجوی جدیدی سراغم آمد. او هم سوالهای تکراری قبل را پرسید. بازجوی جدید را جدی نگرفتم. بعدش مرا مثل فیلم ها به اتاق تاریکی بردند. روی میز پارچه آب و لیوانی بود. بالای سرم هم لامپ روشنی می رفت و می آمد. بازجو در تاریکی نشسته بود. پرسید. وکیل داری؟ نه مگه لازمه؟ بازجو لبخند زد و گفت طبق قانون باید وکیل داشته باشین حالا که ندارین دادگاه خودش براتون وکیل میگیره از نظر من اشکالی نداشت خودشان جزئیات را بهتر میدانستند پس بهتر بود گفتم قانون چقدر خوبه بازجو کمی به جلو خم شد با دقت نگاه هم کرد صورت ظریف و چشم های گودی داشت روی هم رفته دوست داشتنی به نظر می رسید گفت بله قانون خیلی خوب وضع شده. بازجویی خیلی زود و راحت تمام شد. آنقدر که وقت بیرون رفتم میخواستم به بازجو دست بدهم. اما یادم آمد من قاتلم. روز بعد وکیلی برای دیدنم به زندان آمد. وکیل ریزنقش و جوان بود. با وجود گرمای هوا و کت و شلواری تیره تنش بود. خودش را معرفی کرد و گفت پرونده را مطالعه کرده. مطمئن است نجات پیدا می کنم. از وکیل تشکر کردم. شور و هیجان جوانی در چشمهایش موج میزد. گفت درباره زندگی خصوصی هم تحقیق کرده با کنجکاوی پرسید بازرسها شنیدن شما تو مراسم خاکسپاری مادرتون بی اتنا بودین ببخشید میپرسم ولی حقیقت داره شما روز خاکسپاری مادرتون ناراحت نبودین از سوال وکیل جا خوردم خواستم سکوت کنم و چیزی نگویم اما وکیل اصرار داشت چون باید جوابی به بازپرس میداد گفتم من مادرم دوست داشتم ولی دلیلی نداشت ناراحت باشم هر آدم سالمی گاهی حتی آرزوی مرگ عزیزانش رو داره ضمن اینکه همه یه روزی میمیرن وکیل با ترس حرفم را قطع کرد و نگاهم کرد وکیل مسترب گفت قول بده تو دادگاه حرفتو تکرار نکنی به هیچ وجه تمام شوق و ذوقی که در چشمهایش موج میزد یک باره از بین رفت و روی صندلی ولو شد انگار ازم متنفر شده بود گفتم البته گاهی شرایط جسمین باعث میشه احساساتم درست کار نکنه روزی که مامانم مرد هوا خیلی گرم بود خسته بودم اصلا نمیفهمیدم چی به چیه دوست داشتم زودتر برگردم خونه و بخوابم وکیل نگاهم کرد و با کلافگی گفت نه اینم نباید بگی وکیل گفت باید دروغ بگویم باید بگویم حالا آنقدر بد بود که نمیتوانستم عکس و نشان دهم قبول نکردم نمیتوانستم دروغ بگویم وکیل عصبانی شد و گفت همه یه کارکنای آسایشگاه احزار میشن بر علیه شهادت میدن برا درد سر میشه اصلا نمیفهمیدم مرگ مامان چه ربطی به کشتن مرد عرب دارد وکیل جوان هم حرفهای مرا نمیفهمید رفتارم برایش عجیب بود میخواستم به او بگویم من هم مثل بقیه آدم ها هستم فقط خوابم میامد و حوصله حرف زدن نداشتم وکیل ناامید و کلافه از پیشم رفت کمی بعد دوباره مرا پیش بازجو بردند. هوا گرم بود. پشت میز نشستم. معدبانه اعلام کردند وکیلم نتوانسته بیاید و من باید منتظرش بمانم. گفتم خودم میتوانم پاسخگو باشم. دوباره از من بازجویی کردند و من به ناچار همه چیز را برای بار چندم تعریف کردم. ریمون، ساحل، شنا، دعوا، باز هم ساحل، چشمه کوچک، انعکاس نور از تیغه چاقوی مرد عرب، توی تمام عمرم اینقدر حرف نزده بودم بازجو گفت آقای مرسو دلم میخواد کمکتون کنم شخصیت شما برام خیلی جالبه پس خوب به حرفام گوش بدید آقای مرسو شما مادرتونو دوست داشتین؟ بله مثل همه منشی که تا آن لحظه تایپ میکرد دست با چه حروف را گم کرد و دوباره به عقب برگشت بازجو درباره شلیک گلوله ها پرسید آیا هر پنج گلوله رو یک جا شلیک کردید؟ گفتم اول یه گلوله شلیک کردم بعد چهار گلوله پشت سر هم بازجو به سمتم خم شد و پرسید چرا بین گلوله اول و چهار گلوله بعدی مکس کردید؟ جوابی نداشتم سکوت کردم بازجو از سکوتم کلافه و عصبی شده بود پرسید چرا بین گلوله اول و بقیه گلوله ها مکس کردم؟ باز هم سکوت کردم فقط تصویر آفتاب سوزان و ساحل جلوی چشمم بود بازجو روی میز به سمتم خم شد با خشمی فروخورده صلیبی جلوی چشمهایم تکان داد گفت باید به خاطر مکسی که بین گلوله اول تا دوم داشتم توبه کنم گفت هیچکس آنقدر گناهکار نیست که خدا او را نبخشد ظاهرا باقی پرونده روشن بود اما او مکس میان شلیک ها را درک نمی کرد گرمم بود مگس ها اذیتم میکردند از کارها و حرفهای بازجو کلافه شده بودم سعی کردم وانمود کنم حرفهایش را قبول کردم بازجو گفت تو به مسیح اعتقاد داری؟ گفتم نه امکان نداره همه به مسیح اعتقاد دارن حتی کسایی که به دین پشت کردن اعتقاد بازجو به مسیح به زندگیش معنا میداد بی اعتقادی من معنای زندگیش را به خطر میانداخت. انداخت هر چند اصلا تقصیر من نبود بازجو به پشتی صندلیش تکیه داد و گفت دعا میکنم گناهات بخشیده بشه چیزی نگفتم پرسید از کاری که کردی پشیمونی گفتم بیشتر از اینکه پشیمون باشم احساس خستگی ملال و دلزدگی کنم. دوباره به سلولم برگشتم اما بارها به عنوان جنایتکاری بیدین بارها و بارها مورد بازجویی قرار گرفتم در زندگی هر کس روزهایی هست که هرگز دلش نمیخواهد در موردشان حرف بزند زندان برای من مستاق چون این روزهایی بود دلم میخواست این بخش از زندگیم را نادیده بگیرم بعدها فهمیدم حتی ناجورترین قسمتهای زندگی هم چندان مهم نیست روزهای اول احساس زندانی بودن نمیکردم. مدام منتظر اتفاق تازهی بودم حقیقت زندان بعد از نامه ماری برایم روشن شد ماری در نامه گفته بود چون رسما ازدواج نکرده ایم نمیتواند به ملاقاتم بیاید. آن روز برای اولین بار فهمیدم در زندان هستم. فهمیدم سلول دیگر خانه هم است و همان موقع زندگی هم متوقف شد. روزهای اول با چند زندانی عرب هم سلولی بودم. از دیدنم خندهشان گرفت. یکیشان با قلدوری پرسید چیکار کردی؟ گفتم مرد عربی رو کشتم. همه ساکت شدند. شب برایم توضیح دادند چطور باید حسیر را کف سلول پهن کنم با لوله کردن یک سر حسیر میشد متکا ساخت تمام شب سازها روی صورتم میدویدند چند روز بعد مرا به سلول انفرادی بردند شبها روی نیمکتی چوبی میخوابیدم لگنی آهنی هم در اتاق بود که بوی تعفن میداد زندان در بالاترین نقطه شهر بود از پنجره کوچکش دریا دیده میشد هر روز ساعتها جلوی پنجره می و به دریا خیره می شدم. یک روز که از میله ها آویزان شده بودم و به نور خورشید نگاه می کردم، سربازی گفت ملاقاتی دارم. ملاقاتی ماری بود. وارد سالن ملاقات شدم. ماری با لباس راه راه روشن و پوست آفتاب سوختهش از همیشه زیباتر بود. بین ملاقاتی ها و زندانی ها میله کشیده بودند. فاصله بین زندانی و ملاقاتی آنقدر زیاد بود که مجبور بودیم داد بزنیم. انعکاس صداها و نوری که از سقف به اتاق میتابید سرم را درد می آورد. سلولم آرامتر و تاریکتر از سالن ملاقات بود. وقت لازم داشتم تا خودم را با نور و سر و صدا تطبیق دهم. بیشتر زندانی ها عرب بودند. ملاقاتی ها داد میزدند. ماری ساکت بود و لبخند میزد. غیر از درخشش دندانهایش چیزی نمیدیدم. وقتی رو در روی ماری قرار گرفتم داد زد. وقتی بیرون اومدی ازدواج میکنیم گفتم اینطوری فکر میکنی؟ ماری بلندتر گفت من مطمئنم تبرعه میشی بیرون دوباره میریم شنا زن عربی کنار ماری نشسته بود و نعره میزد سرم گیج رفت دلم میخواست به سلولم برگردم سر و صدا و نور اذیتم میکرد اما دلم میخواست ماری را نگاه کنم زمان ملاقات خیلی زود به پایان رسید مردم یکی یکی رفتند و سالن خلوتتر و تر شد بی آنکه حرفی بزنم با نگاه از ماری خداحافظی کردم. روزهای اول زندان خسته می کرد. من آدم آزادی بودم. افکارم در زندان هنوز متعلق به آدم آزادی بود. برای همین دلم می خواست در ساحل قدم بزنم. دلم برای هم همه موجها تنگ شده بود. احساس می کردم دیوارهای زندان برایم تنگ است. نفس کشیدن در چهار دیواری کوچک برایم سخت بود. گاهی اوقات فکر میکردم اگر مرا در تنه درختی زندانی می کردند باز هم تمام روز به آسمان خیره می شدم. روزهای اول دوری از ماری یا هر زن دیگری آزارم میداد. آنقدر به ماری فکر می کردم که تمام سلولم از چهره زن پر میشد. نبودن سیگار کلافه هم بیشتر وقتها تراشه های تخت خوابم را می کندم و میمکیدم. تمام روز حالت تهوع داشتم نمیفهمیدم چرا از چیزی که به کسی آسیبی نمیزند محرومم کردند. نگهبان می گفت زندانی یعنی همین یعنی محرومیت و محرومیت یعنی تنبیه. راست می گفت زندان آزادی را از ما گرفته بود. مجازات ما همین بود. بعد از مدتی عادت سیگار کشیدن از سرم افتاد. برای همین دیگر مجازات محسوب نمی شد. با این وجود خیلی هم بدبخت نبودم. فقط حوصله هم سر می رفت. کم کم یاد گرفتم وقتم را با خاطرات پر کنم. گوشه سلولم می نشستم و به گذشته فکر می کردم. با رویای زندگی در خانه خودم صبح را به شب می رساندم. هر بار که در رویا غرق می شدم جزئیات بیشتری به یاد می آوردم. چشمهایم را می بستم و ساعتها با خیال در خانم راه می رفتم. همه چیز را نگاه می کردم را لمس می کردم حتی لپریدگی بشخابها را به خاطر می آوردم. در زندان فهمیدم اگر آدم فقط یک روز زندگی کرده باشد می تواند به اندازه 100 سال در زندان زندگی کند. اوایل کم می اما کم کم به جایی رسیدم که 18 ساعت در روز می خوابیدم. 6 ساعت بیداریم را به رفع حاجت، غذا خوردن و فکر کردن می گذراندم. میان تشک کاهی و تخته تخت خوابم تکی روزنامه پیدا کردم. روزنامه تقریبا به پارچه چسبیده بود. کاغذش زرد و شفاف شده بود. خبر کوتاهی رویش بود در چکسلواکی مردی توسط مادر و خواهرش به قتل رسید داستان مرد را هر روز میخواندم مرد از ده رفته بود تا پول و پله ای جور کند بعد از 20 سال با زن و بچهش برگشته بود به ده رفته بود سراغ خواهر و مادرش اما از سر شوخی خودش را معرفی نکرده بود و پولهایش را نشان آنها داده بود نیمه شب مادر و خواهر او را با ضربات تبر کشته و پولهایش را برداشته بودند وقتی هویت جسد فاش می شود مادر خودش را دار می زند و خواهر در چاه خودکشی می کند داستان را بیشتر از هزار بار خواندم. به نظرم مرد نباید به مادر و خواهرش دروغ می گفت شوخی بدی بود و احتمالا حقش بود در زندان بعضی روزها خیلی بلندند و بعضی روزها خیلی کوتاه. زمان در زندان بیمعنی است دیگر نمی توانستم بفهمم هفته پیش با امروز چه فرقی داشته البته کلمه های دیروز و فردا تنها کلمه هایی بودند که هنوز برایم معنا داشتند. وقتی نگهبان گفت پنج ماه است در زندانم باور نکردم. انگار تمام آن مدت فقط یک روز طولانی بوده. یک روز که با روزمرگی تمام گذشته بود. بعد از رفتن نگهبان به تصویر خودم روی در فلزی سلول نگاه کردم. صورتم حتی وقتی لبخند زدم جدی بود. بعد از مدتها صدایم را به طور واضح شنیدم. به خودم آمدم فهمیدم پنج ماه تمام است که با خودم حرف میزنم بستان بود و گرما دوباره کلافه می میکرد. اول مرا به اتاق نموری بردند. دو نگهبان مدام کنارم بودند. یکی از آنها سیگاری تعارف کرد. رد کردم. دیگر میلی به سیگار نداشتم. چند دقیقه بعد با نگهبان ها به سالن دادگاه رفتم. مرا به جایگاه متهمان بردند. سالن تا خرخره پر بود. کمی گیج بودم. سالن دادگاه را چند بار نگاه کردم. آدم آشنایی پیدا نکردم همه هول میزدند مرا ببینند دیگران خوشحال و سرحال به نظر می رسیدند شور و هیجان عجیبی در دادگاه بود به گفته ی وکیل علت شادی و هیجان مردم من بودم دادگاه پر از خبرنگار بود خبرنگارها پیشاپیش قلمشان را دست گرفته بودند یکی از آنها توجه هم را جلب کرد در حالی که بقیه خبرنگارها سرشان پایین بود و تون تون یاد داشت می کردن، او با چشمان روشنش به من خیره شده بود. احساس غریبی پیدا کردم. لحظه ای حس کردم خودم خودم را نگاه می کنم. همانطور خیره با همان چشمان روشن. می خواستم از خبرنگارها برای تهیه گزارش تشکر کنم اما خیلی زود فهمیدم کار مزهکی است. برای همین جلوی خودم را گرفتم. دادگاه گرمتر و گرمتر می شد. حضار خودشان را با روزنامه باد می زدند. وکیلم زیر گوشم گفت به سوالها جواب کوتاه بدهم و بقیه را به عهده او بگذارم. قاضی سوالهای زیادی پرسید. با بله یا خیر جواب می دادم. یک بار دیگر از هویتم سوال کردند و مشخصات شخصیم را برای بار هزارم پرسیدند. بعد از سوالهای قاضی دادستان گفت با سوال هایی شروع می کنم که ظاهرا به پرونده قتل مربوط نیست اما در اصل مربوط و جدیه در جا فهمیدم میخواهد در مورد مامان بپرسد دادستان گفت چرا مادرتون رو بردین خانه سالمندان؟ چون پول نداشتم ازش نگهداری کنم از کارتون ناراحت نبودین؟ نه من و مادرم از هم توقعی نداشتیم مادرم به زندگی جدیدش عادت کرده بود قاضی تذکر داد بیش از این در مورد موضوع خارج از بحث سوال نکنند دادستان پرسید روز حادثه چرا دوباره برگشتین طرف چشمه؟ اتفاقی بود. چرا مسلح بودید؟ دلیلی نداشت. اسلحه از قبل همراه هم بود. دادستان با عصبانیت گفت تا هم اینجا کافیه. رئیس دادگاه اعلام تنفس کرد. مرا به زندان بردند و غذا خوردم. دلم نمیخواست برگردم دادگاه اما مجبور بودم. بعد از استراحت هوا گرمتر شده بود. خبرنگار جوان همانطور نشسته بود و نگاهم هم میکرد. زمان احضار شاهد ها رسید اول اسم مدیر آسایشگاه را خواندند مدیر به جایگاه آمد گفت مادرم از من ناراضی بوده ولی تمام پیرمردها و پیرزنهای آسایشگاه همین حرف را میزنند مدیر گفت روز خاکسپاری از آرامش من تعجب کرده گفت نه گریه کردم نه خواستم مادرم را ببینم بعد مراسم هم به سرعت رفتم حتی یادش بود به معمور تطفین گفتم سن مادرم یادم نیست برای لحظه سکوت همه سالن را پر کرد. دادستان پیروزمندانه نگاهم کرد. برای اولین بار احساس حماقت کردم. احساس گریه کردن. حس می کردم تمام آدم ها از من بیزارند. بعد شهادت سرایدار آسایشگاه را شنیدم. سرایدار بیان که نگاه هم کند تعریف کرد دوست نداشتم مادرم را ببینم گفت من با خیال راحت سیگار کشیدم و خوابیدم حتی شیر قهوه خوردم حس و حال بدی در سالن ایجاد شد جوری که خودم هم احساس کردم واقعا مقصرم در نگاه تک تک آدم ها نفرت میدیدم، عرق سرد صورتم را پاک کردم وکیلم از سرایدار پرسید شما هم با متهم سیگار کشیدین؟ دادستان با عصبانیت گفت معلومه اینجا قاتل کیه؟ سرایدار دستپاچه گفت خب میتونم اشتباه کردم اما وقتی به هم سیگار تعارف کرد دلم نیومد قبول نکنم دادستان از من پرسید درست میگه؟ جواب دادم درسته من بهش سیگار تعارف کردم سرایدار با تعجب نگاهی از سر تشکر کرد و بلافاصله گفت البته شیر رو من بهشون تعارف کردم دادستان گفت درسته اما ایشون حق نداشتن جلوی جنازه مادرشون چیزی بخورن توی سالن هم همه پیچید شاهد دوم احضار شد شاهد دوم توماس پرز نامزد مادرم در آسایشگاه سالمندان بود منشی زیر بغلش را گرفت تا به جایگاه شاهدان برسد پرز گفت فقط یک بار مرا دیده و شناخت چندانی ازم ندارد دادستان پرسید روز خاکسپاری مادرم من چه کار میکردم پرز جواب داد میدونین من خیلی ناراحت بودم قصه نمیزاش چیزی ببینم دادستان پرسید آیا دیده من گریه کنم پرز جواب داد نه اعضای هیئت منصفه توجه میکنید چطور یه نفر میتونه برای مرگ مادرش گریه نکنه وکیلم عصبانی شد و از پرز پرسید آیا شما دیدین مرسو گریه نکنه پرز گفت نه همه ی حضار خندیدند وکیلم با لحنی قاطع گفت ممنون اعضای هیئت منصفه به این نکته توجه خواهند کرد نوبت سلست کافدار رسید از او خواستند نظرش را در مورد من بگوید سلست آب دهانش را قورت داد و گفت به نظرم آقای مرسو بدشانسی آوردند دادستان از سلست خواست دیگر ادامه ندهد اما سلست اصرار داشت بیشتر حرف بزند برای همین دوباره به جایگاه آمد آب دهانش را قورت داد و گفت به نظر من فقط بدشانسی بوده دادستان با کلافگی گفت ما اینجا جمع شدیم تا راجه به همین بدشانسی ها قضاوت کنیم آقا سلست هول شده بود و نمیدانست چه بگوید به من نگاه کرد چشمهایش می درخشید و لبهایش می لرزید با نگاهش می گفت دیگر چه کاری از دستم برایت برمی آگد. چیزی نگفتم برای اولین بار دلم می خواست مردی را ببوسم رئیس به سلست دستور داد جایگاه شاهدان را ترک کند شاهد بعدی ماری بود زنی که قرار بود با او ازدواج کنم ماری به جایگاه آمد کلاه سرش گذاشته بود مثل همیشه زیبا بود اما او را با موهای رها بیشتر دوست داشتم از ماری پرسیدند چه نسبتی با من دارد ماری گفت قرار بود با هم ازدواج کنیم دادستان پرسید رابطه ایمان از کی شروع شده ماری تاریخش را گفت دادستان لبخند زد فردای مرگ مادرش درباره اولین قرارمان از ماری سوال کردند ماری دلش نمیخواست حرف بزند اما با اصرارهای پی در پی مجبور به حرف زدن شد گفت آن روز ما فقط با هم فیلم دیدیم با پرسیدن تاریخ و اسم فیلم هم همه در دادگاه بلند شد دادستان با چهره پیروزمندانه گفت آیان این مرد فردای مرگ مادرش با زنی به سینما رفته و فیلم کمدی دیده ماری گریه کرد منشی دادگاه او را بیرون برد شاهدان دیگر همسایه هایم بودند اما کسی به حرفهایشان گوش نمی کرد. می گفتند من آدم خوبی هستم با سگها رابطه خوبی داشتم و از سر بدی هم مادرم را آسایشگاه نگذاشتم ولی دیگر اهمیتی نداشت به اندازه کافی منفور شده بودم. در آخر نوبت ریمون شد. ریمون درباره حضور اتفاقی من در ساحل گفت با برادر نامزدش از قبل اختلاف داشته و اختلافشان ربطی به من نداشته اما دادستان پرسید حتما نوشتن نامه هایی که منشه اختلافات بوده هم تصادفی بوده ریمون جواب داد درسته کاملا تصادفی دادستان با تمسخر گفت تصادف چه جنایت ها که مرتکب نمیشه دادستان میخواست بداند چرا وقتی ریمون نامزدش را کتک زده من دخالت نکرده بودم یا چرا در کلانتری به طور تصادفی من شاهدش شده بودم با حرفهای دادستان خودم هم به تصادفی بودن ماجراها شک کردم دادستان از ریموند پرسید چگونه گذران می کند؟ ریمون گفت انباردار است. دادستان به هیئت منصفه اعلام کرد همه خبر دارند شغل ریمون چندان آبرومند نیست این را همه می دانند. بعد انگشتش را سمت من گرفت و گفت ایشون هم همدست و رفیقشه دادستان از ریمون پرسید متهم دوستتونه ریموند سرش را بلند کرد و گفت بله رفیقمه دادستان همان سوال را از من پرسید ریمون را نگاه کردم چشمهایش برق میزد جواب دادم بله وکیلم معترضانه بلند شد و گفت موکل من جرمش چیه قتل یا بیمحبتی نسبت به مادرش همه زدن زیر خنده دادستان گفت هر دو آخرین حرف دادستان تأثیر زیادی روی حضار گذاشت جلسه به روز دیگری موکول شد سوار ماشین زندان شدم از بیرون ماشین صدای شهر را میشنیدم رنگ و بوی تابستان را حس می کردم. همه ی صداها آشنا بود. دلم می خواست بروم بیرون و در هم همه ی خیابان گم شوم. اما زندان و سلول منتظرم بودند. گاهی وسوسه می شدم حرفی بزنم و از خودم دفاع کنم ولی وکیلم اعتقاد داشت حرف زدن به نفعم نیست دادستان قاضی و وکیل بدون مشارکت من به پرونده رسیدگی می کردند سرنوشتم بدون دخالت خودم تعیین می شد گاهی دلم می خواست بگویم حرفی دارم اما خوب که فکر می کردم حرفی نداشتم دادستان تمام وقایع را از زمان مرگ مادرم خلاصه کرد بی احساسیم ندانستن سن مادرم، شنا، سینما رفتن بعد از مرگ مادر و پنج بار شلیک به مرد عرب. کسی باور نمی کرد من بدون نقشه قبلی به مرد شلیک کرده باشم. همه چیز علیه من بود. من نامه تهدیدآمیز ریمون به نامزدش را نوشته بودم. من دشمنان ریمون را تحریک کرده بودم. من اسلحه ریمون را گرفته بودم. من تنهایی برگشته بودم به جایی که برادر زن ریمون و دوستانش بودند. من برای اینکه مطمئن شوم مرد عرب مرده، چهار گلوله دیگر هم شلیک کرده بودم. همه چیز کاملا منطقی بود. به نظر دادستان حرف نزدن من به خاطر هوش زیادم بود. می گفت از کارم پشیمان نیستم. رئیس دادگاه پرسید آیا پشیمان نشدم؟ ترجیح دادم سکوت کنم. چون اگر سکوت نمی کردم مجبور بودم بگویم من هیچ وقت از کارهایی که می کنم پشیمان نیستم. دادستان نطقی طولانی درباره روح من ایراد کرد. گفت در روحم نقطه روشنی پیدا نکرده. گفت اصول اخلاقی و انسانی در من وجود ندارد. به نظرم بیش از حد درباره جنایتم حرف میزد. گرما کلافه هم کرده بود. خوابم می آمد. دادستان آخر صحبتهایش رو به حضار گفت خانمها آقایون دادگاه فردا به جنایت قتل یک پدر خواهد پرداخت. از نظر دادستان جرم من به اندازه مردی است که پدرش را کشته. از نظر دادستان من با بی نسبت به مرگ مادرم به همان اندازه مجرم بودم به اندازه قتلی نسبت به پدر یا مادر. دادستان نشست سکوتی مرگ بار دادگاه را گرفت از گرما و حرارت گیج و منگ بودم قاضی ای کرد و از من پرسید حرفی نداریم؟ فکر کردم بعد از مکسی طولانی گفتم نمیخواستم مرد رو بکشم قاضی با تعجب پرسید پس برای چی کشتیش؟ به خاطر آفتاب صدای خنده هزار بلند شد وکیلم بلند شد و از من دفاع کرد خسته بودم دیگر صدایی نمیشنیدم انگار روحم از بدنم جدا شده بود از فضای دادگاه به دنیای بیرون سفر کردم در رویا توی خیابان قدم زدم بستنی فروش دورگرد توی خیابان داد میزد بوی تابستان محله‌ای که دوستش داشتم همه و همه به طرفم هجوم آورد، از بیهودگی فضای دادگاه خسته شده بودم دلم میخواست زودتر تمام شود دلم سلولم خواب و رویاهایم را میخواست تنها آخر صحبت های وکیلم را شنیدم او مرا کارمندی خوب و وظیف شناس دوستی واقعی و دلسوز و همسایهی مهربان معرفی کرد گفت من فرزندی هستم که تا جایی که میتوانسته از مادرش مراقبت کرده همه چیز را گفت جز مراسم تطفین که دیگران علیه من از آن استفاده کرده بودند. بعد از صحبت وکیل صدای تشویق تعداد کمی از انتهای سالن آمد. دادگاه برای دادرسی اعلام تنفس کرد. دوستان وکیل جوان برای دفاع خوبش به او تبریک گفتند. یکیشان از من پرسید واقعا مرکه بود مگه نه؟ بی اراده سرتکان دادم اما تحسینش نکردم. خیلی خسته بودم. نمی توانستم حرف بزنم. حاضر بودم همان لحظه بمیرم همه در انتظار حکم بودند ماری گاهی به من لبخند میزد استراب را در چشمانش میدیدم اما توان پاسخ دادن به لبخندهایش را نداشتم به گمانم چهل دقیقه طول کشید صدای زنگ دادگاه بلند شد صدایی که برایم حکم زندگی داشت انگار همه چیز دوباره به حرکت افتاده بود آدمها میدویدند تا به سالن دادگاه برسند وقتی وارد سالن شدم سکوتی مرگ بار همه جا را پر کرد روزنامه نگار نگاهش را از من گرفته بود به ماری نگاه نکردم حکم خوانده شد به نام مردم فرانسه اعدام با گیوتین شادی حضار را احساس می کردم وکیل دستم را فشرد به چیزی فکر نمی کردم ذهنم از همه چیز خالی بود قاضی پرسید میخوای چیزی برای دفاع از خودت بگی؟ بعد از کمی فکر گفتم نه برای سومین بار تقاضای ملاقات کشیش زندان را رد کردم. من را به سلول دیگری بردند. از توی سلول جدید آسمان را می دیدم. روزها و ساعتها به آسمان خیره می شدم. فکر فرار از گیوتین برایم لذت بخش بود. اما وقتی از باطلاق رویاها بیرون می آمدم، گیوتین مرا گیر میانداخت. هرچقدر بیشتر به گیوتین فکر می کردم، بیشتر متوجه عیبهایش می شدم. گیوتین فرصتی به قربانی نمیداد همه چیز سریع اتفاق میافتاد اگر ماشین گیوتین درست کار نمیکرد تیغه را عوض میکردند بنابراین محکوم نباید آرزوی خراب شدن گیوتین را میکرد از نظر خیلی ها سرعت گیوتین از محاسنش بود از آنجایی که تصوری از اعدام با گیوتین نداشتم تصور میکردم باید به جایی مرتفع بروم اما بعدها که بیشتر فکر کردم تصویری از اعدام با گیوتین را در روزنامه یادم آمد. ماشین گیوتین کف زمین بود و ارتفاعی نداشت. درست هم سطح آدم هایی که اطرافت ایستادند. وقتی فهمیدم هم آدم‌های آدم های اطرافم هستم ناراحت شدم. دلم میخواست به آسمان آویخته شوم. در کنار مردم مردن برایم شرماور بود. اما مردن در ارتفاع نه. هر روز صبح زود به در سلولم خیره می شدند تا برای بردنم بیایند. دوست نداشتم غافلگیر گیر شوم. برای همین تمام شبها منتظر بودم. یک شب صدایی شنیدم. در سلولم باز شد. کشیش زندان آمد تو. با دیدنش به لرزه افتادم. به هم گفت نه ترس پسرم. فقط برای گفتگوی دوستانه اومدم. کشیش خواست کنارش بنشینم. قبول نکردم. سکوت کرد. سرش پایین بود و به دستهایش نگاه میکرد. سکوتش آنقدر طولانی بود که لحظه حضورش را فراموش کردم. کشیش به من نگاه کرد و گفت چرا نمیذارین ببینمتون؟ چون اعتقادی ندارم. آدم ها فکر میکنن مطمئنن اما مطمئن نیستن. اما من لاقل مطمئن بودم بحث کشیش برایم جالب نیست. کشیش گفت از سر این اینطوری حرف میزنین. من ناامید نیستم فقط ترسیدم عین همه آدمایی که قراره بمیرن پس خدا کمکتون میکنه مثل همه کسایی که قبلا تو این اتاق حبس بودن از خدا کمک به خافر زندم ما همه محکوم به مرگیم باید فکر کنیم قراره چجوری با آزمون سختمون روبرو بشیم گفتم همینطوری که من الان باهاش روبرو رو شدم کشیش بلند شد خیره نگاهم کرد زیر لب گفت دلم برات میسوزه پشتم را به کشیش کردم. کشیش دوباره گفت عدالت انسانها مهم نیست. مهم عدالت خداست. ولی عدالت انسانها من منو محکوم کرده. به هر حال تو گناهکاری فرزندم. میدونم معنی گناه چیه پدر. به دیوار تکیه دادم. نوری از سقف سلول به پیشانیم خورد. کشیش آهسته به سمتم آمد و دستش را رو روی دیوار کشید. کشیش آرام گفت روشنهایی و زیبایی رو توی دیوارای تیره و چرک سلول میبینی؟ همینجوری به رحمت خدا امیدوار باش بعد از رفتن کشیش نفهمیدم چه اتفاقی افتاد انگار چیزی درونم منفجر شد حال عجیبی داشتم با دعای کشیش تمام اتفاقهای چند وقت اخیر پیش رویم زنده شد یک دفعه از مرگ ترسیدم اما میدانستم همه ما سرنوشت های واحدی داریم همه بالاخره میمردیم. همه ی کسانی که مرا محکوم کردند خودشان هم روزی محکوم خواهند شد چه اهمیتی داشت ریمون رفیقم باشد یا نه چه اهمیتی داشت سلست تمام تلاشش را بکند تا من تبرعه شوم حجوم فکرها به سرم کلافم کرده بود دوست داشتم فریاد بکشم اما بیرمغ روی تخت افتادم وقتی چشمهایم را باز کردم از بیرون صدای زندگی می آمد. شب شده بود و نور ستاره ها روی صورتم افتاده بود. بوی شب شقیقه هایم را خنک می کرد. ها به صدا در آمدند. وقت رفتن بود. رفتن به دنیایی که چیزی از آن نمیدانستم. برای اولین بار بعد از مدت ها به مامانم فکر کردم. حالا می فهمیدم چرا مامان روزهای آخر عمرش با پرز نام زد کرده بود. چرا بازی را از نو شروع کرده بود. آن هم در آسایشگاهی که تمام زندگیها یکی پس از دیگری خاموش میشدند نه کسی حق نداشت برای مامان گریه کند برای کسی که میخواست زندگی را از سر بگیرد حالا خوب میفهمیدم مامانم در یک قدمی مرگ چه احساسی داشته احساسی شبیه به حال امشب من فریادها خشمم را شسته بود احساس کردم تا قبل از این چقدر خوشبخت بودم چقدر فرصت زندگی کردن داشتم باز هم همان احساس را داشتم اما در دنیای دیگر برای اینکه کمتر احساس تنهایی کنم آرزو کردم روز اعدامم تماشاگرهای زیادی بیایند تماشاگرهایی که با فریادهای نفرتبارشان مرا تا لحظه آخر همراهی کنند